1500 تا صندوق قرض رسانه در کشور داریم که 2500 تاشون مجوز ندارن بدن فعالیت میکنن. مجموع واریزی حساب بانکی به 20 تا صندوق، 20 از این بزرگترین صندوق ها در سال 1400 بوده 69 هزار میلیارد تومان بوده. جالبه بدونن دوستان ما که بعضن تعداد حوزه هایی که این صندوق ها دارن و دارن افراد به اسم این صندوق ها فعالیت اقتصادی انجام میدن اصلا قابل تصور نیست. فقط 8 تا صندوق قرض و حسنه در سال 1402 9500 تا حوز داشتن و بخش بسیار قابل توجهی از این حوزه ها داره در فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار میگیره که هیچ گونه شفافیتی بر نظامات کشور نداره. و جالبه که دوستان بدونن که اقداماتی که در این حوزه در استانهای ما انجام گرفته نشون داده که بعد از بازرسی که انجام شده به شدت تعداد حوزه‌هایی که به نام این صندوق‌ها داشته مورد استفاده قرار می‌گرفته کاهش پیدا کرده. مثلا در استان اصفهان ما در سال 1400 250 صندوق بدون پرونده رو شناسایی کردیم و 348 صندوق دارای 5828 کارتخوان بودن و از این تعداد بیش از 1000 تا از این دستگاه کارتخوان به نام فقط دو نفر بوده. خب اینها مواردی است که باید ساماندهی بشه. ما نمیبایستی اجازه بدیم به نام یک نهاد مقدس به نام صندوق‌های قرض و حسنه ده ها هزار میلیارد تومان جریان اقتصادی در کشور رقم بخوره که نه برای بانک مرکزی ما شفافه نه برای سازمان مالیاتی ما. و اینه که بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور رو رقم میزنه و اگر فعالین اقتصادی ما گلایه میکنن کاملا حق دارن. اینجا وظیفه ماست که جلوی اینها رو بگیریم و انشالله این کار داره انجام میگیره. توصیه من به همکاران اونم این هستش که واقعا در این مسیر واقعا با روحیه جهادی عمل بکنید.